سونامی حزب حسن نصرالله در تهران و باطلاق سختی که رهبران جمهوری اسلامی در آن گرفتار شدند. من مهدی مهدوی آزاد و امروز یک شنبه 8 مهر 1403 29 سپتامبر 2023. خانم آقایان خوش آمدید به چشم انداز. یک روز بعد از حذف شوکه کننده سید حسن نصرالله و چندین فرمانده ارشد سپاه و البته فرمانده ارشد حزب الله لبنان، مقامات جمهوری اسلامی کم کم دیگه دارن خودشون رو پیدا میکنن. در 24 ساعت اول بعد از حمله اسرائیل به در واقع مخفیانه ترین مقر فرمانده حزب الله لبنان، مقامات جمهوری اسلامی عمدتاً ساکت بودن، اصلا در واقع مات و مبهوت بودن. به غیر از چند پیام تسلیت رسمی، تنها خبر مهم، تنها چیز مهمی که شنیدیم این بودش که برای علی خامنه‌ای رو به یک پناهگاه امن و مخفیانه منتقل کردن. ساختاری که اساساً بنیانش بر تهدید و رجزخوانی و تبلیغات هست، 24 ساعت افروز هفته در حال رجزخوانی برای اسرائیل و صهیونیسم و آمریکا و انگلیس و غرب و شرق و معاندین و شهروندان خودش و زمین و زمان هست. بعد از کشته شدن حسن نصرالله و معاون کل سپاه پاسداران، معاون سلامی نفر پنجم سپاه، جهت نکرد حتی یک کلمه صحبت از انتقام بکنه. در دو پیام رهبر جمهوری اسلامی شما فقط فحش و حرفای بچگونه میبینید. یک کلمه صحبت از انتقام و مقابله به مصر و واکنش استراتژیک غیره نشده. از صبح امروز اما مقامات حکومتی به تدریج خودشون رو پیدا کردن، ظاهرا جلسه داشتن یا چیزی. موضع رسمی حکومت البته عمدتا همون شعارهای بی سر و ته هست و البته ادا اطوارای مسخره‌ای که پارادایم رفتاری حکومت ایران هست. مقام بعضی وقتا هم خجالت آوره، مثل اینکه 30-40 نفر حزب الله با لباس نظامی توی فرودگاه جمع شدند و نوحه میخوندن و تو سرشون میزدن، گریه میکردن که آره ما رو اعزام کنید لبنان، بجنگیم و شهید شویم. یا اینکه رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که به زودی ساماندهی نیروهای داوطلب برای اعزام به لبنان و کمک رسانی به مردم لبنان شروع خواهد شد، مثل واکنش مسخره‌ای که توی مجلس ایران بعد از دعوا با آمریکا برجام آتش زدن، اینجور کار مسخره. یا رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که یکی از معابر تهران رو به نام حسن نصرالله نامگذاری خواهند کرد. نمیان معابری که قبلا اسمش رو گذاشتن واسه علما اینا اونا رو عوض کنن، که یکی از این خیابونی که هنوز اسمش قشنگه رو میذارن نصرالله. اما در 24 ساعت گذشته این فرضیه مدام و مدام قویتر شده که اسرائیل با استفاده از جاسوسان ایرانی خودش تونسته محل سید حسن نصرالله رو پیدا کنه. خانم آقایان، اتفاقات بزرگی داره میفته. بیش از 20 ساله که منتقدان و روشنفکران و فعالان سیاسی ایران از چپ و راست هشدار میدن که آقا این سپاه پاسداران فاسد شده، به یک نهاد فاسد و متعفن تبدیل شده که برای پول پرونده سازی میکنه، کارش بیشتر قاچاق و پولشویی هست. آقا هرچی که از این نهاد نظامی ملی نیست. آقای خامنه‌ای در تمام این سالها مهمترین حامی این نهاد بوده، مدام گفته که ماها داریم لجن پراکنی میکنیم، ماها رو متهم کرده، ماها رو گرفتن، هیچ حقیقت و نقدی رو نپذیرفتن، حاضر نشدن سپاه رو از اقتصاد بیرون ببرن. حتی وقتی بخشای اطلاعاتی سپاه ایرانی های بیگناه رو شکنجه میکنند، هم حاضر نشدن به شکایت مظلومی رسیدگی کنن. تو پرونده های محیط زیست رو ببینید چه کردن، یا پرونده های سناریوی فضایی میساختن که آره اون این طرف اومده منفجر کرده پایگاه نظامی رو. مدام آقای خامنه‌ای وزارت اطلاعات و تشکیلات قانونی اطلاعاتی رو که قانون اساسی و قوانین بود ضعیف کرد، سپاه رو قوی تر کرد. حالا این فساد نه فقط گریبان خود رهبر حکومت، بلکه گریبان تمام گروه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی ایران گرفته، از اسماعیل هنیه تا حسن نصرالله، از فخری زاده تا حتی قاسم سلیمانی، همشون قربانی همین نهاد فاسدند. به غیر از جنگ اطلاعاتی پشت پرده، جنگ اطلاعاتی بزرگی که پشت پرده است، منابع غربی از جمله نیویورک تایمز از بروز دو تا اختلاف بزرگ در نهادهای حاکمیتی ایران خبر میدن. اختلاف اول بر اساس ساختار رهبری جدید برای حزب الله لبنان هست. احمد وحیدی که وزیر کشور بود در دولت رئیسی و قبلا هم یه مدتی فرمانده کل سپاه قدس بوده، امروز ناگهان پرید وسط میدان و گفت که با اطلاع میگم که رهبران جدید حزب الله همون لحظه که قبلی‌ها کشته شدن جایگزین شدن. این یه رسم قدیمی است که تو گروه‌های چریکی که هر کی رهبر ببینه قائم مقام میشه رهبر. کانال‌های تلگرامی سپاه
یه لیست و نموداری از رهبران حزب الله لبنان که هنوز زنده اند منتشر کردن، ظاهرا در واکنش به اقدام ارتش اسرائیل که لیستی از در واقع ساختار فرماندهی حزب الله لبنان که اونا رو تونسته نابود کنه منتشر کردن. اینا یه لیست از زنده ها منتشر کردن، تاکید دارن که آره از شورای رهبری حزب الله فقط سید حسن نصرالله کشته شده، بقیه اعضا مثل شیخ هاشم صفی الدین، شیخ ابراهیم امین السید، شیخ نعیم قاسم، محمد رد و غیره هنوز زنده هستن. محمد رد کی بوده؟ مسئول شورای پارلمانی بوده، هاشم صفی الدین مسئول شورای اجرایی بوده، ابراهیم امین السید مسئول شورای سیاسی بوده و این طرف محمد یزبک، همچین چیزی، محمد یزبک مسئول شورای قضایی بوده و هست. خب شیخ نعیم قاسم هم تو ساختار رسما قائم مقام حسن نصرالله بوده. همون میگه ببینید اگر حرف احمد وحیدی درست باشه، معنیش این هست که حالا شیخ نعیم قاسم باید جایگزین نصرالله بشه دیگه، درسته؟ نفر دوم میاد اول. اما اگر امروز شما سری به رسانه‌های سپاه بزنید، میبینید همه‌شون دارن این خبر رو بزرگ میکنن که قرار هست صفی الدین جانشین نصرالله بشه. صفی الدین پسرش رابطه ازدواج با قاسم سلیمانی داره، دختر قاسم سلیمانی رو گرفته. اختلاف دوم، پنبه این اختلاف بر سر اینکه کی فرماندهی حزب الله لبنان رو بگیره، اما اختلاف دوم خیلی جدی تره، بر سر نحوه واکنش به کشتن حسن نصرالله هست. در حالی که همه تهدیدات قبلی درباره انتقام سخت و غیره، تمام حرفای علی خامنه‌ای روی زمین مونده، بخشی از حکومت اصرار داد که باید هر با اصرار داره که باید هر چه زودتر ما عملیات بزرگی علیه اسرائیل انجام بدیم، اما بخش دیگه سعی میکنه پای جمهوری اسلامی رو بیرون بکشه. امروز مسئول پزشکیان گفته ما انتقام از این نامردا خواهیم گرفت، اما تقریبا گفته به وقتش. یه دستگی بزرگه، شاید پایان داستان وفاق باشه، شاید پایان ماه عسل دولت پزشکیان، پایان در واقع رؤیای وفاق. اینجاست که باید بپرسیم آیا میتونه این مسئله اینقدر بزرگ باشه که مقامات به جان هم بیافتن؟ امروز ده ها روحانی نزدیک به بیت خامنه ای تلویحا به دولت پزشکیان حمله کردند، او رو مقصر مرگ نصرالله معرفی کردند. حتی علی مطهری که مؤتلف پزشکیان هست توی توییتر نوشته که تعلل ایران در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه در تهران، در حالی که دنیا منتظر پاسخ ایران بود، باعث شد اسرائیل جرأت پیدا کنه که نصرالله رو ترور کنه. ببینید دیروز توضیح دادم خدمتتون که سیاست خارجی جمهوری اسلامی اساساً بر توهم هست، بر واقعیات نیست، اساساً بر خیالات هست، بر رؤیاست. ادعای حلقه خامنه‌ای الان اینه که آقا پزشکیان و ظریف و دولتش بعد از ترور هنیه در تهران ترسیدن، نگذاشتن ایران انتقام بگیره، این باعث شده اسرائیل به قول اونا پررو بشه. یعنی ادعاش اینه که ما انتقام میگرفتیم اسرائیل جرئت نمیکرد. آقا چه جوری میتونست انتقام بگیره؟ مگه شروع نکرد انتقام گرفتن از قبل فهمیدن؟ مگه نخواستید 10 بار ترور بکنید از تهران ردشو زدن؟ مگه نمیبینید همه چیتون دارن؟ مگه خودتون همدیگر رو نمیفروشید؟ امروز تجمع در میدان فلسطین تهران گذاشتن با شعار علیه دولت: مرگ بر منافق سازشکار، مرگ بر سازشکار، مرگ بر بیهجاب، مرگ بر منفعل، مرگ بر وطن فروش خائن. سید حسن نصرالله را عد ادامه دارن. در طرف مقابل حامیان دولت میگن که اصلا این طرح اسرائیلی است که ایران رو به چنگ جاه بیندازه. یعنی دارن اصولگرا طرفدار حکومت رو میگن، نه اصلا قابل اسرائیلن. حتی عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی نژاد که الان طرفدار آقای پزشکیان هست در توییتر تلویحا این بحث رو مطرح کرده که یحیی سنوار رهبر گروه تروریستی حماس که اون حمله 7 اکتبر رو انجام داد و در واقع بعد از اون حمله بود این اتفاق افتاد دیگه، میگه یحیی سنوار جاسوس اسرائیل بوده. ببینید یعنی حتی به حمله 7 اکتبر هم شک کردن، زیر سوال بردن. این در حکومتی است که همشون از 100 تا زاید میگفتن این حمله 7 اکتبر نمیدونم در دنیا بی سابقه است، در تاریخ میماند، اسرائیل فلان کرد. حالا افتادن به جان هم که اصلا این حمله کار یحیی سنوار بود، اصلا جاسوس کار خودشون بوده. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل امروز گفته که ما جز کشتن همه رهبران حزب الله 50% توانایی حزب الله در 10 روز گذشته نابود کردیم. نیروی هوایی اسرائیل امروز با 10 هواپیمای جنگی به حوثی‌های یمن در فاصله 1800 کیلومتری تل آویو حمله کردن. گفتم یه تست فرمانده جدید هم زدن دیروز، گفتم دبیر قوقو هم زدن، تایید شد خبرش. اما در ایران کم کم نشانه های یک دعوای بزرگ داره هویدا میشه. چه کسی جاسوسه، چه کسی ترسو وابسته است؟ رهبری حزب الله در اختیار کدوم باند باشه؟ ایران در مقابل اسرائیل چیکار باید بکنه و چیکار میتونه بکنه؟ در بخش اول چشمانداز ابعاد امنیتی و سیاسی حضرت سید حسن نصرالله رو بررسی میکنه. سونامی که حالا به تهران هم رسیده. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. همچنین عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه در مرکز ملی ضد تروریسم از ویرجینیا. آقا خوش آمدید، متشکرم و سپاسگزارم که به من فرصت دادید، وقت زیادی هم نداریم. آقا نوری‌زاده از شما شروع میکنم با یک عالمه سوال. به من بگید که موقعی که واکنش های مقامات ایرانی رو میبینید به مسئله سید حسن نصرالله، به چه تحلیلی میرسید؟ از تهران شما چی دارید میشنوید، چی میبینید؟ با درود به شما، به
دوست عزیزم قانه فرد و به بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. ببینید مهدوی عزیز، وضعی که در ایران حکم فرماست و شما به گوشهش اشاره کردید خیلی برای من قابل تأمله. نصراللهی کشته شد که با وقاحت در تلویزیون نشست گفت ادبیات و تاریخ ایران و فارس و اینا همه دروغه. این رهبر عزیز سید قریشی تهامی نواده پیغمبر و عربه. عرب های ایران روی چشم با چون عرب ایرانی هست. ولی آقای خامنه ای رو آقای نصرالله به خودشون وصف کرد که ایشون عربه. آقای خمینی هوشیارتر بود، جلال الدین فارسی را اجازه نداد در انتخابات بیاد وقتی شیخ علی تهرانی هویتش رو فاش کرد. ولی حسن نصرالله میگه خامنه ای عرب قریشی سید تهامیه و آقای خامنه یه جمله نمیگه. پس پذیرفته. ضربه حسن نصرالله به اعتقاد من برابر با ضربه حزب جمهوری اسلامی و کشتن رؤسای جمهوری و نخست وزیر، حتی از اونم بیشتره. چرا؟ چون در اون زمان هنوز انقلاب طرفدارانی داشت در درون مردم و در عین حال اول انقلاب بود، خمینی بود. ولی ضربه قاسم سلیمانی گاهی اوقات من و حسن نصرالله منو به یاد شعر زندیات اخوان سالس میاندازه که وقتی آل احمد فوت کرد گفت هنوز من دلم از مرگ نیما خون بود و حالا باید گفت از مرگ قاسم دلم خون بود، حالا حسنم اومد. آقای خامنه‌ای گمه، از لاتیان به کردان، از کردان به رامسر، خانواده در مشهد، یعنی آنقدر ایشونو وحشت گرفته که فکر نوره تارگیت بعدی. چون حسن، چون آقای نتانیاهو به قانونی اعتقاد نداره، میگه اینا خواستن این بنی قریظه ما رو نابود کنن، منم الان میرم نابودشون میکنم. سر مار غزه، سر افعی لبنان، سر اژدها تهران. سر افعیرم زدم، حالا نوبت اژدهاست. به همین دلیل ایران کاری نخواهد کرد. همه این داد و قالا شما ببینید در تمام شهرهای ایران تظاهرات که نرا انداختن 100 نفر توش بودن، ولی تعداد آدمایی که شیرینی پخش کردن خیلی بیشتر از این بودن. در خود بیرون آقای میذارید همین رو از آقای قانفر بپرسیم برگردیم خدمتتون. خیلی جای خوبی رسیدید، ممنونم. اجازه میدید آقای قانفر همین سوال میخوام از شما بپرسم. خوش آمدید. به من بگید که شما آقای نوزاده میگن زدن نصرالله چیز شبیه اول انقلاب و حمله به حزب جمهوری، شما به من بگید که پس لرزه های زدن نصرالله برای تهران چیه؟ از منظر امنیتی شما توی این حوزه کار کردید، کارشناسید، چه معنی داره، چه پیامدهایی داره؟ عرض ادب و احترام و آرزوی شادکامی بیشتر برای ملت ایران. عرض کنم که این عواقب امنیتی رو با اجازه من میخوام از چند زاویه بررسی بکنم. اولیش که خیلی ساده است برای ملت ایران، یک ضربه بزرگ به محور تروریسم وابسته به جمهوری اسلامی خورده شده. دو، کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است، یعنی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی که بر اساس تروریسم شکل گرفته بود از بین رفته. سه، یک معضل جایگزینی رهبری برای یک نهاد تروریستی بین المللی به وجود اومده که سادگی قابل جانشینی نیست، چون تنش منطقه است، چون بی‌ثباتی لبنان و غیره. چهار، یک اختلال منطقه‌ای به وجود اومده که یک هماهنگی بین گروه‌های تروریستی رو تقریبا با تزلزل روبرو کرده. پنج، جمهوری اسلامی در یک دوراهی قرار گرفته. راه اول پاسخ نظامی است که خب خطر جنگ منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت. دو، عدم واکنش اگر باشه ضعف اعتبار و مشروعیت رو به بار خواهد داشت که من تصور می‌کنم دومی رو دنبالش خواهد رفت جمهوری اسلامی. و بعد عامل ششم، احتمال حمله جمهوری اسرائیل به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی است. هفتم، تضعیف موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی است. هشتم، فشار افکار عمومی جامعه در ایران هست برای اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس منافع ملی ایران نیست. و آخرین نکته، با سازی این شبکه امنیتی که به سپاه پاسداران، سپاه قدس و وزارت اطلاعات که هر سه نهادهای تروریستی هستند، تقریبا میشه گفت با یک نوع تغییرات داخلی در ساختار قدرت چه نظامی چه امنیتی روبرو خواهد بود.
من فکر میکنم در این نه ضلع میتونیم عواقب امنیتی کشته شدن کسی مثل نصرالله رو بررسی کنیم. خیلی متشکرم. آقای نوری‌زاده، داشتید میگفتید شما این الان شما اگه بخواد تبعات امنیتی رو در ایران نگاه کنیم، شوک اولش که همه سکوت کردن، بعد گفتن علی خامنه ای رو برداشتن بردن، خیلی واضح همه قبول دارن که نفوذ هست، دستگاه اطلاعاتی ایران هایجک شدن، دستگاه اطلاعاتی ایران خیلیشون به علیه خامنه ای تبدیل شدن. به نظر میتونه جمهوری اسلامی خودش از این خلاص بکنه، از این تار عنکبوت؟ میگردیم که اسرائیل از لباس زیر آقایون هم خبر داره و خود مقام معظم. ببینید آقای نیل فروشان فرستاده شد به لبنان که ببینه چه خبره، اسرائیل چی کار داره میکنه، و ایشون تمام مدت با حسن نصرالله روزی که به پناهگاه رفتن به اون مخفیگاه، آقای نیل فروشان در ماشین حسن نصرالله بوده به اضافه دو تا بادیگارد نصرالله و یک آجودان آقای نیل فروشان. از اون آجودان هیچ خبری نیست، حالا قلی اسمش بوده، قلی پور بوده، یه اسمای من شنیدم، ولی این آدم کسیست که به اسرائیل خبر داده و الان تو بیروت همه این حرف رو میزنن. علامه حسینی گفت، شیخ صبحی توفیلی فرمانده اول حزب الله گفت، همه شون دارن اینو میگن. و یادتون باشه حرفی که عرفان زد راجع به این که پیدا کردن رهبر کار بوش، شما به اسمای اشاره کرد، ابراهیم سید یه موقعی نور چشم بود ولی از چشم افتاد و او رفت به رده پایین تر. نبیل قاووق کسی بود که میتونست جای حسن نصرالله بگیره چون پا به پای اومد، ولی هاشم صفی الدین بیشتر از اون که رهبر باشه آخونده، مثل نعیم قاسم. نعیم قاسم موضع پول آقای خامنه ایست و نماینده مذهبی ایشون در لبنان. بنابراین هیچ کدوم اینا لیاقت حسن نصرالله رو ندارن. نصرالله در ایران آموزش نظامی دید، 4 سال در حوزه بود، زبان فارسی رو به خوبی صحبت میکرد و یک بدمون میاد ازش همه اینا، ولی یک آدم درجه اول تو کار خودش بود، تو کار تروریسم. حزب الله 1400-500 نفره رو تبدیل کرد به یه تشکیلات 50,000 نفره و 33-34 میلیارد دلار در طول مدت جمهوری اسلامی خرچش کرد. اون انبارهای موشک، پهباد، دستگاه الکترونیک حزب الله در لبنان ده‌ها شرکت داشت. مسئله قاچاق کپتاکون به کشورهای عربی، قاچاق با آمریکای لاتین، یک شبکه بزرگ مافیایی رو او اداره میکرد. فقط هم خودش سر اون شبکه بود، آدمای دیگه بودن، ولی اسرائیل رو حالا کیو جای او میخوان بیارن؟ آقای هاشم صفی الدین البته رفته بودن دیدن برادرش که نماینده حزب در ایرانه، عبدالله، و اینو میگفتم به یه نوعی بیعت از راه دور با هاشم صفی الدین، اما من چنین فکر نمیکنم. مسئله جالب متشکرم آقای خانه فر... ببخشید هر کی هم باشه سخت بفهم نه گفتم هر کسی رو میذارن نصرالله نمیشه. همین متشکرم. آقای قانیفر، شما یادم که 2-3 روز پیش بود توی جرزالن پست نوشته بودید که حتی اگر نصرالله رو بکشندن باز ایران واکنشی نشون نمیده. یکی از حرفای شما این بودش که دنیا بعد از 7 اکتبر میره به سمتی که بازوهای در واقع جمهوری اسلامی بزنه همشون. آیا هنوز هم اعتقاد دارید، یعنی معتقدید اتفاقی که الان داره میفته یک همگرای جهانی به این سمته، یعنی آیا شما فکر میکنید که مثلا بعد از این اسرائیل سراغ ایران خواهد اومد؟ ارزیابیتون چی از در میان مدت؟ من والا از رو پرده و پشت پرده و اینا هیچ اطلاعی ندارم، یادم خیلی سادم، ولی از دید رئالیستی اگه بیایم نگاه بکنیم، یعنی از فرض بفرمایید نصرالله رو بذاریم داخل یک ظرف 5 ضلعی با 5 شیشه متفاوت و از ملت ایران خواهش بکنیم که این 5 شیشه رو نگاه بکنن، 5 تا پنجره است در یک ساختمون 5 ضلعی. ضلع اولش رئالیسم است که این شخص بر اساس دیدگاه واقع گرایانه تهدید امنیت ملی بوده برای اسرائیل. ضلع دوم لیبرالیسم هست که بیایم منظر لیبرالیستی بررسی بکنیم، میشه گفت که در واقع تهدیدی است برای هویت اسرائیل. حالا من همینجا اینو وای میسم، از لای بعدی رو در بقیه صحبتام خواهم گفت، ولی اسرائیل بر اساس
دفاع مشروعش که مثلا ماده 51 سازمان ملل باشه، جنگ علیه تروریسم رو انجام داده. از سال 1982 تا سال 2024 شما یک لیست بلند بالا دارید از تروریسم نهادهای مانند حزب الله که وابسته به گروه‌های تروریستی هستند و وابسته به نهادهای تروریستی هستند، مثل سپاه، مثل وزارت اطلاعات، مثل سپاه قدس و غیره. حالا حمله به سفارت‌ها، آدم ربایی، هواپیما ربایی، بانک زنی، دیپلمات کشی، قتل، سفیر کشی، انفجار، موشک پرانی، همه اینا بینندگان عزیز حرفه‌ای‌اند و همه رو بلدن. از این فهرست تروریسم شما دقت فرمایید که چطوری میشه یک شخص رو یا یک نهاد رو فلج کرد. چرا؟ چون تهدید امنیتی است. همون شیشه پنجم از اون ساختار پنج ضلعی که من گفتم، یکیش امنیت هست. از نظر امنیتی تهدیده. وقتی تهدیده، در نتیجه اسرائیل ملزم هست برای حفظ هویت خودش بیاد اون رو از بین ببره. من هنوز بر اون اعتقاد هستم که اسرائیل اون رو موجه جلوه داده برای خودش که رفع تهدید بکنه از نظر امنیتی. یه سوال کوچیکم اینجا میپرسم، من اگه جوابشو من دارم ولی اتفاقا میخوام از شما بپرسم. یه ویدیویی به نقل از یک روحانی، نمیدونم چیچی مرکز علمای چیچی عرب چه چیزی، منتشر شده که ایشون خیلی تو ایران دیده شده، خیلی در ایران دست به دست شده، که ایشون میگه که آره دو سه روز قبل از، دو روز یا یک روز قبل از مرگ نصرالله گفته که جمهوری اسلامی نصرالله رو فروخت و به نصرالله میگه نصرالله برو وصیت رو بنویس، شما روشون بسیم تو رو فروخته جاتم داده. آیا من ازت یه همچین تحلیلایی از شما میپرسم آقای قانیفر؟ بله. چی بود آقای قانیفر؟ شما بگید این تحلیل نظرتون چیه راجع بهش؟ این به نظر من سناریو استراتژیست، یعنی آقای قانیفر بگن، آقای نوریزاده، آقای قانیف، آقای نوریزاده ببخشید، آقای قانیفر بگم میام خدمتتون. ببخشید. عرض کنم که نصرالله متحد استراتژیک بود برای جمهوری اسلامی. متحد استراتژیک رو هیچ عقل سلیمی نمیپوشه. نکته بعدی، نقش کلیدی داشته در تروریسم منطقه‌ای. وقتی کسی نقش کلیدی داره خیلی سخت هست بیان جایگزینی رو براش پیدا بکنن. و بعد این جنگ روانی هست که توش هیچ منطق سیاسی، ایدئولوژیک، استراتژیک وجود نداره و بر اساس ایدئولوژی هست برای یه نوع سناریوی رسانه‌ای ساختن. و من فکر نمی‌کنم توجیه عقلانی داشته باشه همچین چیزی. چرا؟ چون ایشون یک متحد استراتژیک. منم احساس میکنم که در واقع داره یه جورایی مثلا جمهوری اسلامی رو تبرئه میکنه که آره تو سرش نخورده، نکشتن، ضربه نخورده، بلکه خودش فروخته. خب آقای دکتر روزاده، بسیم خدمت شما، دو تا سوال هم دارم، یه عالمه سوال مهم. سوال اول، اگر یادتون باشه آقای رئیس جمهور جدید پزشکیان با شعار وفاق ملی اومد امروز، با اینکه سفرش در نیویورک هم اختلافات درست کرده بود، اما امروز یک روز عجیب و غریبی بود در حمله به پزشکیان. میگفتن اصلا کشتن نصرالله زیر سر پزشکیان. آیا به نظرتون افسانه یا شعار وفاق ملی به پایانش رسیده؟ ما اصل دولت پزشکیان تموم شده. ارزیابیتون چیه از میان مدت؟ اگر اجازه بدید من یک عبارت راجع به شیخ حسینی بگم. سید حسینی رئیس شورای مسلمانان عرب لبنانه، یعنی یک رهبر شیعه است که تو مجلس اسلامی شیعه حزب الله نرفته. علامه علی الامین که خانه نشینش کرد حسن نصرالله، این خود آقای صبحی طفیلی، اینا همه علیه حسن نصرالله و خامنه ای موضع گرفتن. حسینی به نصرالله گفت برو وصیت تو بنویس، جمهوری اسلامی تو رو فروخته، دو روز قبل از کشته شد. اما آنچه که جناب عالی سوال از بنده می‌فرمایید، اینم یادمون باشه آمریکا شاید خوشحال‌ترین ملل دنیاست، از اسرائیل خوشحال‌تره. آمریکا یادش نرفته که سفارتش رو اینا منفجر کردن، تفنگداران دریاییش رو اینا منفجر کردن و اینا همه رو شما که. اما پزشکیان، به اعتقاد من پزشکیان یه وصله ناجور بود که خامنه‌ای ورداش و وردش و گمان کرد یه آدمی، زنش مرده، بچه هاشو بزرگ کرده، مظلوم، یه قیافه مهربون و مظلوم داره، به جا میفته مثل مثلا رجایی میشه. حالا زمانه رو اشتباه کرد و بعدم فضا رو از فضای رئیسی میاره بیرون. اما این بیچاره تا یه کلمه حرف میزنه باید یه دور قربون صدقه خامنه‌ای بره، یه دور بگه من نوکرتم، من جذبه در تو هم از این حرف. تو سازمان ملل در مصاحبه مطبوعاتش وقتی گفت اسرائیل اصلا رو زمین بذاره ما هم زمین میگذاریم، یعنی جهاد مقدس کشک، خیلی راحت درست حرفش بی ربط بود، چون اول شما اسلحه رو بلند کردین نه اسرائیل. شما، اسرائیل بهتون اسلحه داد تو جنگ، بنابراین شما بودید که علیه اسرائیل بلند شدید.
اما این حرف رو زد. وقتی برگشت تهران شاهد این فشارها بودیم. بعد جالبترین چیز بهتون بگم، توی جلسه شورای عالی امنیت ملی آقای مخبر رو خامنه ای میاره ولی رئیس جمهوری حضور نداره و عارف میاد اونجا. منظورم اینه که او رئیس شورای عالی امنیت ملی است ولی الان دیگه جزء محارم نیست. بله حرف شما درسته، من اعتقاد میکنم، اعتقاد دارم که ماه عسل با پزشکیان اندک اندک داره به ماه زهرمار تبدیل میشه. متشکرم. سوال سید حسینی هم میخواستم بپرسم که خودتون جواب دادید. سوال آخر رو بپرسم از آقای قانعی فرد. میگن که یعنی از هم ایالات متحده گفت، هم منابع مستقیم میگن که آمریکا از عملیات موساد علیه سید حسن نصرالله خبر نداشت، CIA اصلا خبر نداشت، ممکنه و نظرتون رو بدونم؟ عرض کنم خیلی روابط امنیتی بین نهادها و سرویس ها وجود داره. خب قبل از بلوای 57 هم ساواک با خود موساد، با اینتلیجنس سرویس انگلستان و با CIA روزانه با هم ارتباط داشت. اگه تصور بکنیم موساد رابطه ای نداره، من فکر میکنم اشتباه هست. ولی خب موساد عوامل امنیتی خودش رو داره، استراتژی خودش رو داره و به طور مستقل رفع تهدید خودش رو انجام میده و من فکر میکنم در اینجا به طور مستقل واکنش نشون میده به خاطر رفع تهدید آینی. بسیار بسیار سپاسگزارم از علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن، و عرفان قانیفر، پژوهشگر تروریسم از ویرجینیا و تحلیلگر خاورمیانه در مرکز ملی ضد تروریسم. بریم سراغ بخش دوم برنامه. به درک واصل شدن حسن پهنولا رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که دفعه بعدی که آقای نتانیاهو بیانیه میده خبر بده که خونه های اطراف پاستور رو خالی کنین و این بهترین خبری میتونه باشه که توی این چند وقت بعد این انقلاب ما میتونیم داشته باشیم. و یه عرضی هم با این عرازش نامحترم دارم، اینکه شماها اینقدر شعار میدید که ما آماده ایم آماده، رهبر خودتون که رفته تو سوراخ موش قایم شده، حرفش هم حرف نیستش که بخواد عمل بکنه. یکی از پیام‌های مردمی بود، یکی از در واقع صدها هزاران پیام مردمی که به ایران اینترنشنال ارسال کردن. واکنش‌های جامعه ایران واقعا آموزنده است برای حکومت ایران، اگر چشمی برای دیدن داشته باشه. و نه فقط در ایران، شما در سوریه، در لبنان، در کشورهای مختلفی این جنس از واکنش‌ها و شادی، خوشحالی، شیرینی پخش کردن رو می‌بینید. شکریہ برادر پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن اینجاست. همچنین حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. خوش آمدید به شش فنداز. بسیار سپاسگزارم که به من فرصت دادید. بگذارید از آقای علیزاده شروع کنیم، با اینکه رسما که رسم من این هست که به رسم ادب از خانم‌ها شروع کنم. آقای علیزاده، چون می‌خوام ادامه بحث قبلی باشه، ما تو بحث قبلی سعی کردیم ابعاد امنیتی داستان رو کمی بررسی بکنیم و بعد داخلی مسئله در ایران. حالا اینجا بریم سراغ سیاست خارجی. از شما که دیپلمات بودید، ساختار دیپلماسی جمهوری اسلامی رو می‌شناسید، میشه بگید الان تو تهران منطقا چه خبر؟ چرا اینجا حکومتی که همه صحبت از انتقام میکرده یا خفقان گرفته ساکته، یا میخوان یه کاری بکنن، منتظرن کار انجام بشه، یا مشکل داخلی دارن؟ پرسش خوبیه. من به خاطر اون یه مقدمه خیلی کوتاه بگم. ببینید پرسش من این هستش که حسن نصرالله که بود، در اعتقاد من قاسم سلیمانی بازوی راست آقای خامنه ای بود و حسن نصرالله بازوی چپ او. یعنی شما نگاه کنید که چه ضربه به او خورده. اما باز میان این دو نفر اگر مقایسه کنیم، من میخوام اشاره به این بکنم که اتفاقا یک جایگاه مهمتری رو حسن نصرالله میتوانست در آینده داشته باشه که هرگز قاسم سلیمانی نمیتوانست، و اون مسئله مؤمن بودن، روحانی بودن، سیادت داشتن. تا حدی که آقای مهدوی رضا، شما این خبر رو میتونید تصدیق کنید، تا حدی که به عنوان جانشین رهبری مطرح شده بود، یعنی در محافل حکومتی افسرهای در حد رحیم صفوی وقتی نشسته بودن فکر میکردن که خب جانشین رهبر چه کسی باشه، آمده بودن پیشنهاد یاد بودن خب که چه کسی بهتر از حسن نصرالله. ضمن اینکه شما میدونید بر اساس قانون اساسی شرط رهبر بودن
ایرانی بودن نیستش. برای رئیس جمهور و فلان اینا شرط ایرانی بودن هست، اما برای رهبر نه، نمیتونه عالمونه و مدبر و فلان چنین و چنان باشه. و بعد اومده استدلال کرده بودن که اولا معمم نیست که هست، سید نیست که هست، مجتهد نیست که هست، سخنور نیست که هست، پدر شهید نیست که هست، اهل مقاومت و مبارزه و فلان، همه چی رو، همه ویژگی ها رو داره. یعنی در واقع جانشین خامنه‌ای. ببینید اتفاقا این بحث در محافل جمهوری اسلامی داشت بالا میگرفت که آقای حسن نصرالله رو به عنوان جانشین رهبری فکر بکنه. الان ببینید چه مسئله از سر ایران گذر کرده، اما در محافل سیاسی دارن چه فکر میکنن؟ من عملا اعتقاد دارم که دچار سرگیجگی شدن. ببینید ما که به عنوان تحلیلگر میشینیم نگاه میکنیم، 10-12 ماه جنگ غزه رو در 365 کیلومتر اسرائیل نقطه به نقطهش رو شخم زده، باز میگن که یحیی سنوار در این غزه حضور داره، نتونستن کشفش کنن، نقطه به نقطهش هم شخم زدن، در وارد خاک لبنان که نشدن. چگونه است که این همه تعداد عملیات مؤثر انجام میدن، در رأسش هم عملیات هدف قرار دادن آقای حسن نصرالله؟ این چه جوری است که معادله به هم خورده؟ ببین معادله دو جا به هم خورده بین تهران و تل آویو. یکی توازن وحشت به هم خورد. در دنیای سیاست میگن گرگ ها و هم در چشم هم نگاه میکنن، هر کسی یه لحظه خوابش بره بله، اون یکی بهش حمله میکنه. ببینید تا وعده کاذب، نه وعده حساب، در تا وعده کاذب یه توازنی وجود داشت که اگه تو بزنی من میزنم، اگه من بزنم تو میزنی. در اونجا اسرائیل عملیات شو کردش، به اصطلاح در خاک ایران هم محسوب میشدش. اینا اومدن $500 میلیارد هزینه شد در اون شب، 300 تا پرتابه فرستادن که خب داستانش همه بلد هستن. توازن به هم خورد، چون شما دیگه پاسخ این رو ندید، به خاکتون، به منزله خاکتون حمله شد، سرداران عالیتون. از اینجا توازن وحشت به هم خورد به نفع اسرائیل. دوم باقی موندش که توازن اطلاعاتی به هم بخوره، بگن آقا ما تو دستگاه شما خبر داریم، شما تو دستگاه ما خبر داریم، که این هم دیر زمانیست به هم خورده از این همه عملیاتی که خب در داخل ایران انجام داده. من متوجه بودم نوارد دوم هم شما بگید بحثتون ناقص نباشه، توازن وحشت به هم خورده و توازن اطلاعاتی به هم خورده. امیدوارم سوال بعدی رو کوتاه‌تر جواب بدید. خانم برادرست، آقای علیزاده پرداختن به اون چیزی که در تهران هست، حالا دوره بعد تکمیل میکنن شناخت ما از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه و اتفاقات اونجا میفته. شما بوده بین المللش رو برای من بگید. اون چیزی که الان میبینیم اسرائیل امروز خیلی بزرگ، خیلی عملیات نظامی هوایی بزرگ علیه یمن انجام داده، موضع آمریکا رو میبینیم، انگار خبری نیستش. یعنی انگار فکر میکنه جامعه جهانی الان داره چیکار میکنه؟ ببین چون که حزب الله با حماس متفاوته، قضیه حماس و حزب الله متفاوته، قضیه فلسطین و جنگ لبنان هم متفاوته. من مخالف مهمان دور اولتون که گفتن سیای خبر نداشت و مستقل موساد عمل کرده، نه، موساد مطمئنا با هماهنگی با آمریکا این کارو کرده. و اینکه خب الان هم جوابهایی که خود بایدن بیانیه‌ای که داده که عدالت اجرا شد، سخنان کربی رو اگه گوش کنید، تمام قد پشت این عملیات اسرائیل وایسان، چون که حزب الله و حسن نصرالله و حتی اکسس اف رزیستنس یا همون گروهای ملیشه مدافعت جمهوری اسلامی ایران تنها تهدید برای اسرائیل نبودن، تهدید برای آمریکا هم بودن و امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه و امنیت کشورهای دوست آمریکا در منطقه هم بودن. به خاطر موقعیتی که آمریکا الان داره، به خاطر انتخابات، به خاطر اینکه خب نمیخواد جنگی شروع بشه، اون سورپرایز اکتبر رو نمیخواد یه جنگ خاورمیانه برای دولت بایدن و گروه دموکرات‌ها باشه یا حتی برای جمهوری خواه استفاده کنن، میگن خب اطلاع نداشتیم. وقتی که وزیر دفاع آمریکا میگه کاملا در هماهنگ بودن و تماس‌هایی که بوده و اسرائیل هم برای اینکه دستی یا اون آزادی عملی که آمریکا بهش داده باعث شده چنین عملیات دقیقی رو انجام بده. و به نظر من الان بحثی که مورد بحث هست، چه در جامعه جهانی، چه در منطقه و چه در خود ایران، این است که آیا اسرائیل
بعد از اینکه بازوهای این اکتاپوس رو داره ضعیف میکنه، قطع میکنه، نوبت به خود جمهوری اسلامی و مراکز تسلیحات اتمیش یا انرژی اتمیش خواهد رسید یا نه. بحث اینجا اینه. برای همینم جمهوری اسلامی در مقاطع بین‌المللی اینجوری بحث میشه که خب جمهوری اسلامی تصمیمشو گرفته دیگه، کسی نیست که بگه جمهوری اسلامی قرار وارد جنگ بشه، چیزی که ما بارها گفتیم جمهوری اسلامی وارد جنگ نخواهد شد. یعنی تمام این اتفاق بین‌المللی وجود داره که جمهوری اسلامی وارد جنگ نمیشه به خاطر اینکه ضعیف هست. ضعفش هم گروهای میلیشیایی ضعیف شدن که حزب الله ریشه یا بگیم ستون فقرات این گروه ها بوده، چون که حزب الله به عنوان نماینده جمهوری اسلامی بین گروه های میلیشیایی عربی زبان عربی، فرهنگ عربی، کشورهای عربی نفوذ داشته و در ساختار این گروه ها با همراه با سپاه پاسدارانی که از ایران اومدن حزب الله بهش کمک کرده. مثلا نمونه خیلی آشکاراش که الان خیلی بارها در موردش صحبت کردم حوثی ها هستن. وقتی این ستون فقراتش رو از دست داده، خب مطمئنا بحث اینه که نمیشه جمهوری اسلامی بخواد حمله انجام بده. ولی این موضوعی که الان دارن افکار جهانی رو داره تکون میده، اون بحثی بود که لابی های جمهوری اسلامی سعی کرده بودن بگن جمهوری اسلامی یک خطر خیلی بزرگی، اگه شما تهدید کنید، اگه چنین عملیاتی انجام بدید، جنگ بزرگ منطقه‌ای شروع میشه. یعنی اون، حالا عامیانه‌ش رو بگم، اون گربه‌ای رو که شیر کرده بودن جلوی جامعه بین‌المللی، دارن میبینن نه، اینجوری نیست. این گربه واقعا گربه است که نمیتونه چنگی بزنه. پس الان برای اینکه اعمال فشار بیشتری رو جمهوری اسلامی کنن، الان به نظر من بیشتر دست غربی ها رو باز کرده و این کمکیه که عملیات اسرائیل به آمریکا داره انجام میده. آیا چیز اصلا قشنگی میکنه خانم برادرس، میگه گربه ای که شیر کرده بودن. من امروز میدیدم خیلی شوکه، میگن آقا ما فکر میکردیم حزب الله لبنان 500,000 تا موشک بزنه کوش، ایران فکر میکردیم چنان کنه کوش. به تهران که نگاه میکنید این دو دستگی رو میبینید، بخش بزرگی از نیروهای حکومتی سپاه بسیج میگن آقا ما باید انتقام بگیریم، اصلا اگر سر هنیه میگرفتیم الان نصرالله زنده بود. توهم دارند انگار، یا شاید هم میتونن کاری کنن. شما به هم بگید به نظرتون از این دو راهی چه در خواهد آمد و سیاست خارجی ایران به نظرتون میره به سمت انتقام؟ نه، به هیچ وجه. به این با تاکید دارم میگم، به اولا که یک رفتارشناسی شخص آقای خامنه ای رو باید نگاه کنید. ببینید خامنه ای یک تفاوت اساسی با خمینی دارد و خمینی اونی هستش که خمینی وقتی که در بهمن 57 قدم نحسش رو به ایران گذاشت، به 2 سال که نرسیده بود این نظام جمهوری اسلامی، جنگ 8 ساله رو آنتریک کرده بودش. خامنه ای الان متجاوز 35 سال هستش در زعامت جمهوری اسلامی، ایران رو وارد هیچ جنگی نکرده. از این جهتش باید بهش پهن مثبت داد. حالا میترسه، نمیتوانه، نمیخواهد، مسئولیت شرعی نمیدونم، کاری ندارم. این امتیاز رو بر خمینی داشته که به رغم 35 سال ایران رو وارد جنگ نکرده، چه مثلا با افغانستان، چه با صدامی که میخواست بره به جنگ با آمریکا، اینا از این موارد. الان هم اراده جنگ نداره، زنی که آخر عمرش اگه بخواد یه جنگی وارد بشه، چند تا تیر و تفنگ بخوره و فلان اینا، همین اندک آبرویی که شاید براش باقی مانده باشه از بین میرود. ضمن اینکه اون در جایگاه فرمانده کل قوا بهتر از همه استعداد نظامی جمهوری اسلامی رو آشنایی داره، در مقابل کشوری مانند اسرائیل که حمایت هگمون امریکا رو داره و نیتو رو به پشت سر خودش داره. واقعیت ها روشن هستش. بنابراین من تشخیصم این هستش، وارد جنگ مستقیم مهم میشود، حالا مگر اینکه حمله مستقیمی به ایران بکنند و مجبور بشود، اون یه بحث دیگه است. اما محاسبه تهران رو چه چیزی هستش؟ این همه دست دست کردن و تعنی و وقت گذروندن به چه منظور هستش؟ از نگاه تهران این هست که اسرائیل در جنگ فرسایشی گیر کرده، قدرت نظامی داره، پول داره، کار داره، همه چی رو، این توانایی ها رو داره، اما زمان علیه اسرائیل داره خرج میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اسرائیل کدام جنگ 12 ماهه رو داشته؟ اسرائیل به هر حال اختلافات درونی خودش هستش، به هر حال اون اسیران آزاد نشدن، اون 50,000-60,000 نفر هنوز باز نگشتن، هر چقدر هم شما 10 تا حسن نصرالله هم بزن، اما اون نیروها، اون مرد شهرک نشینا نتونن برگردن سر جای خودشون، یا کسانی که کشور مهاجره، آمار مهاجرانی که کشور رو ترک کردن، که سرمایه هایی که از اسرائیل فرار کرده، اینها واقعیت های عرصه داخلی اسرائیل هستش. اسرائیلی که پیمان صلح و پیمان ابراهیم میبنده، الان عربستان سعودی هم براش داره ناز میکنه. پس زمان، اگه
از جنگ به نفع اسرائیل پیش رفته، اما زمان به نفع اسرائیل پیش نرفته. و فکر میکنم دکترین جمهوری اسلامی بر این هستش که از این فرسایش علیه اسرائیل استفاده بکنن و وارد جنگ نشون. خیلی متشکرم خانم برادر. دو تا سوال کوچولو بپرسم. آقای غریزاده میگن دکترین، واقعا دکترین در سیاست خارجی ایران؟ چون الان میبینیم سیاست خارجی ایران داره یهو نرمش به خرج میده، در حالی که مثلا 6 7 پیش سر حوثی‌ها میتونست نرمش به خرج بده، بفروشه، یه عالم امتیاز بگیره. و واقعا آیا یک خط روشن رو سپری میکنه یا با لجبازی یه چیزی میگه تا بخوره به کوچه بنبست و برگرده؟ ببین اجازه بدید واقعا شدیداً مخالف باشم. این حرفی که جدیداً بیشتر کسایی که قبلا رفرمیست بودن یا این امتیازاتی که به خامنه ای میدن، من کاملا مخالفم و شدیدا مخالفم. چون هیچ امتیازی نمیتونی به خامنه ای بدی که جنگی رو شروع نکرده. خامنه ای وقتی که بعد از 1989 قدرت رو در ایران به دست آورد، جنگ اقتصادی علیه مردم رو شروع کرد، باعث شد تحریم ها بیشتر بشه، انرژی هسته ای رو که شروع کرده، جنگ هسته ای رو که نمیدونیم واقعا این همه بودجه برای برنامه هسته ای رسیده، مردم این برنامه بعد از این همه سال به کجا رسیده. و این حزب الله و گروه های حتی فلسطینی و اینا همشون قبل از خامنه ای بودن و بعد از خامنه ای ممکن قوی تر شده باشن. و اینکه ایران وارد جنگ مستقیمی نشده، چون که هنوز هیچ دولتی به خاک ایران تجاوز نکرده، صدام کرده و اینکه جنگ شروع نکرده، به نظرم جنگو شروع کرده و خامنه ای مردم ایران رو به روز زیاد نشونده و اینجا خواهشن دیگه از ذر جنگی چه جنگ هایی هست. جنگ همون نیست که شما بلند شید مقابل اسیرای عراقی ها در مرز ایران، در خاک ایران باهاش مبارزه کنه. اینو کاملا شفاف بگم. در مورد اینکه عقب نشینی تاکتیکی، خب همون عقب نشینی که خامنه ای بهش گفتن که عقب نشینی تاکتیکی انجام خواهیم داد، چون که میدونه اون دفاعی که بتونه، اون جنگی رو که بتونه انجام بده، قدرتش رو نداره. اونم به خاطر همون جنگ اقتصادی که شروع کرده، جنگی که با غرب و آمریکا شروع کرده و ادامه داشته، توان جنگیدن رو نداشته. فقط نقشی که داشته جمهوری اسلامی با گروهای میلیشیا این بوده که نظم منطقه رو، امنیت منطقه رو به هم بزنه و اجازه نداده کشوری مثل ایران یک روابط دیپلماتیک نرمال با کشورهای منطقه مثل عربستان، مثل بقیه کشورها داشته باشه و خودش رو از روز اول به عنوان یک دشمن نظم جهانی، دشمن کشورهای منطقه، دشمن امنیت منطقه معرفی کرده. و خودش هم اعتراف کرده، خامنه‌ای میگه سرنوشت خاورمیانه رو محور مقاومت تعیین خواهد کرد. یعنی ببینید در چه سطحی داره صحبت میکنه. سرنوشت خاورمیانه با تمام کشوراش، با تمام ساختارش رو قرار گروهای میلیشیایی تعیین کنه. دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی چه بله. سیاستی رو در منطقه اجرا میکنه. متشکرم. آقای علیزاده حد اکثر 30 ثانیه. حد اکثر بفهمید. نه فقط چون فرمودن که خامنه‌ای در جنگ بود، بله قطعا خامنه‌ای جنگی با مردمش داشته، با همسایه قدرت ایزایی کارهای ایزایی کرده. اینا چون شما از من پرسید که آیا در این همه حمله هایی که داره به محور مقاومت تا خامنه‌ای وارد جنگ میشه و این جنگ به معنی ریل واقعی جنگ، گفتم نه وارد این نمیشه. این تفاوت رو با خمینی داره که ایران وارد جنگ کردش. اما اینکه به هر حال ایران وارد نابود کرده با جنگ با ملت خودش هستش و امثالی که این بحث روشنی دیگه لازم به این توضیح واضحات نبودش که شما گفتید امتیاز بدیم به خامنه‌ای که جنگ شروع نکرده. متشکرم خانم برداشت. این یک دقیقه سوال جدی‌تر من جواب بدید. خانم برداشت یک دقیقه، شما گفتید که میگن نوبت به ایران خواهد رسید، نه شب این محسن رضایی هم مطرح کرده. به من بگید آیا اساسا ممکن است بعد از انتخابات آمریکا جهان غرب متحد شه برای زدن بازوهای ایران، مخصوصا با درسی که الان سر زدن حزب الله و بی‌عملی ایران گرفته؟ حدود حداکثر یک دقیقه. سوال کلیدی، وقت کم دارم، فقط اینو بگم اگر جمهوری اسلامی به طرف ساخت بمب اتم بره، با اطلاعاتی که اسرائیل از برنامه اتمی ایران داره و اون دسترسی به تمام اطلاعات جمهوری اسلامی داره، احتمال زدن این مرکزهای انرژی هسته ایران بیشتر میشه و اینجا دست غرب و آمریکا برای حمایت چنین حمله‌ای بازتر میشه. و این برمیگرده به تصمیم جمهوری اسلامی ایران که میگه میخوام برای بازدارندگی به بمب اتم برسم. فقط سوال اینه که بازدارندگی در مقابل چه چیزی؟ چه کسی خواسته به ایران حمله کنه؟ اگه شما برنامه هسته‌ای نداشته بودید، اگه گروه‌های شبه نظامی نداشته بودید که منطقه رو به چنین وضعی برسونه، بله. چرا باید برای بازدارندگی آماده میشدید؟ بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در وقت محدود جواب داده باشم، ولی سوال کلیدی و خیلی مهمیه. بله متوجه. و سیاست خارجی از واشنگتن، همچنین حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، عذرخواهی هم میکنم از مهمانان محترم، وقت کم داشتیم. خانم آقای مواظب خودتون باشید. خداحافظ.